الو ایران فردا. فردا. الو. الو ایران فردا. ایران فردا. الو. الو ایران فردا. الو تلویزیون ایران فردا. با درود بسیار خدمت همه شما عزیزان، نیازی به معرفی که منده ندارم، میشناسید بنده رو. در کنار کار پنجره رو به خانه پدری و کارهای دیگر، به هر حال بنده این افتخار رو دارم که مدیریت این تلویزیون نیز بر عهده من است. یادم هست اون اوائل من یک ماه یه بار حداقل میمدم بهتون گزارش میدادم، بعد انقدر گرفتاری ها کریده بایید، چنان گرفتاری ها زیاد شد که واقعا سفر گرفتاری ها فرصت نشستن و گپ و گفتی با شما نداشتم. از ابتدا هم من اعتقاد نداشتم که یک تلفن بگذارم رو میز مثلا دو سه ساعت همینجوری با این تلفن خوش باشم. نه، من برای این باورم که هر فریمی که از اینجا پخش میشه ما مسئولیت داریم، این همه هزینه میشه، این همه زحمت کشیده میشه واقعا برای که یه پیامی منتقل بشه، ما وظیفه داریم. داشتم با دوست عزیزم دکتر فرابخش صحبت میکردم تو برنامه دوشنبه که یکی از این هفته ها، و اشاره کردم بهش، گفتم آقا ما یه مسئولیتی داریم، نگاه ما نگاه غلطی بوده، ما وظیفه داریم اینو بیایم به نسل جوان بگیم. بنابراین اگر آدم فرصتی دستشه و یه تلویزیون، حق نداره بیاد بشینه همیشه 4-5 ساعت وقت شما رو بگیره مثلا گپ و گفت تلفنی و شما بیای هرچی دلت بخواد بگی و منم گوش بدم و بعد. نه، من برنامه رو گذاشتم، گفتم برنامه رو پله پله می، شاید این نوع نگاه یه خود نگاه سخت گیرانه باشه، اما نه، من باورم اینه. اولا هرگز من اجازه نخواهم داد از تریبون ایران فردا ناسزایی پخش بشه. این توهین به حرمت انسانیست، توهین به بیننده های عزیزه، توهین به همکاران منه، به منه، به فرهنگ و ادبیات و زبان عزیز فارسی است که ما به سخن میگوییم، توهین به تک تک ایرانی هاست. و بنابراین من تصمیم گرفتم از روز اول، گفتم نخست یک تلفنی رو معین میکنیم، هموطنان ما زنگ میزنن اظهار نظر میکنن، بعد این اظهار نظرها رو ما گوش میدیم و پخش میکنیم و در رابطه با اونا من خودم پاسخگو خواهم بود، و سپس در مرحله بعد تلفنی در استودیو خواهد بود، یک روز مخصوص که شما اون روز تلفن بزنید، سوال کنید و بعد من سعی خواهم کرد سوالات شما رو حداقل از راه تلفن، اگر در استودیو ممکن شد در استودیو، همکاران من که سوال مربوط به اوناست پاسخ بدم. این کارم خواهیم کرد. اولا من یه نکته رو براتون بگم، بعضی از شما گله کردید. ما مدتی تبلیغ می‌کردیم که ما به زودی روی ریاست می‌ریم. یک پخش آزمایشی هم داشتیم، چرا نرفتیم؟ حالا براتون میگم. من دوست داشتم که تلویزیون ایران فردا علاوه بر این که در ایران و منطقه پخش میشه، برای میلیون ها ایرانی هم که در جاهای دیگه دنیا هستن این تلویزیون پخش بشه. درود میفرستم به دوست نازنین، چه اسمشو بگم، حالا فردا باز اسمشو با ولیعت عربستان عوض میکنن، عطا معینی نازنین، مدیر جی ال بیز، واقعا با این کار چه بگویم تحسین برانگیزش حضور ما رو در خیلی از میلیون ها خانه استرالیا، ژاپن، کانادا، امریکا فراهم کرد. اما در این حال من باید در اندیشه ساتلایتم بودم. این دو سالی که در واقع نزدیک، حالا دو سال هنوز کمتر، 18-19 ماه، خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود. شما وقتی دارای یه بودجه محدودی هستید، امکانات محدودی دارید، حرکتاتون باید خیلی با احتیاط باشه. ولی من دل به دریا زدم، حرکتای بزرگ کردم. تلویزیون 29 برنامه داشته باشه، 29 برنامه تولیدی، کار بسیار بزرگیه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید تلویزیون‌های دیگه چند تا برنامه تولیدی دارن. من خیلی راحت میتونم برم یه برنامه مستند بخرم،
زیرنویس بذارم یا یه صدا بذارم، دوست عزیزم گرجی، یه دوست دیگرم دوست عزیزم رسول، اینا صدا بگذارن و بیان و این رو پخش بکنم برای شما. یک ساعت از برنامه رفت، یک ساعت دیگه باز یه فیلم ورزشی از یه جا بخرم دوبله. نه، من گفتم از اول ما باید روی کار خودمون تکیه کنیم، برنامه های خودمون تولید بکنیم، خودمون بسازیم و عرضه کنیم و این برنامه به مرور زیادترم خواهد شد. 6 ساعت ما به زودی 8 ساعت خواهد شد در طول روز و برنامه های سیاسیمون هم بیشتر خواهد شد. خوشحالم بخش انترتینمنت ما، بخش فرهنگی، بخش هنری، با بودن چمتا، با بودن چهره ها، با بودن چارسو، با بودن ترانه باران، دونه دونه اینا رو که نگاه میکنید روز به روز بهتر داره میشه. قلم فرسایان گفتم به شکل تازه ای عرضه خواهد شد، قبلا گفتم بهتون، و همینطور برنامه هفت اقلیم، برنامه سفیر، اینا همه برنامه هاییست که در فرمت های تازه پخش خواهد شد و خیلی من در این زمینه حساسم که بچه ها خودشون تولید کنن. و چقدر قشنگه که یه گروه درست میشه، گروه چمتا، سه تا برنامه ارائه میکنه فوق العاده خوب، گروه قلم فرسایان همینطور، گروه ترانه باران همینطور، گروه فیم کاری که شهپال شب‌پره میکنه، گویین که ما هنوز به اون مرحله فیم رسیدن هنوز فاصله داریم، چون به هر حال اون کار بسیار پرهزینه ایه، ولی خودش الان برنامه جا افتاده، گفتگو با هنرمندان و سلیقه خیلی خوب شهبال شب‌پره، شیک بودن برنامهش. اون طرف مسعود دست‌اللهی عزیز، رفیق دیر و دورم، که اونم برنامهش رو ارائه میکنه. حالا فرمت ها ممکنه تغییر بکنه ولی برنامه بسیار پر بیننده است. حالا در میان تلفن های خودتون خواهید شنید که یکی از هموطنانمون از ایران چه میگوید. برنامه گرد آفرید شاهنامه برنامه فوق العاده خوبی است. برنامه ماشاءالله عباس‌زاده، نگاهش به مطبوعات ایران یه نگاه ویژه است که از کانادا 5 روز در هفته در اخبار ملاحظه میکنه. و از گروه خبر چه بگویم که حالا چون یکی از تلفناتون مربوطه به اونه راجبونم صحبت خواهم کرد. بنابراین ما حالا چه تصمیمی گرفتیم؟ از ماه آینده شروع میکنیم چند سه هفته فرکانس های جدیدمون رو روی هاتبرد برای شما بازگو میکنیم. بله، سرانجام تونستیم بریم روی هاتبرد، میریم روی هاتبرد و امید من اینه که با هاتبرد به خصوص که باند خیلی قوی داریم بتونیم گستره بزرگتری رو با تصویر بهتری بدیم. با این حساب که هاتبرد که به هر حال شمول داره، همه جا رو میگیره، من به دنبال یاستم هستم. یعنی وقتی هاتبردمون نشست و جامع و کامل شد، یاست رو هم خواهیم داشت که یک کانال اضافه در داخل کشور و محیطمون در افغانستان، در تاجیکستان که خیلی بیننده داریم، در اونجا هم بتونیم شمال عراق، حاشیه خلیج فارس، در اونجا هم بتونیم حضور داشته باشیم. من واقعا ممنونم از تاجیک ها، افغان ها، از تاجیک های ازبکستان و هرکس فکر میکنم این همه به تلویزیون توجه دارن که خواننده‌ای که ترانه‌شو من پخش میکنم ایمیل بزنه و با چه قدردانی و چقدر برای من دلانگیز بود، اینقدر قدرشناسی و قدردانی و مهر. ایران فردا جا افتاد علی‌رغم اونایی که رو به ما شمشیر کشیدن. بله، تلویزیون 18 میلیون از عربستان گرفتن، این گفت ممنون، ولایت سعودی اسم اتم معینی رو برداشت عوض کردن گشتن ولایت سعودی. چفی اگال سر من گذاشتن، ناصدا گفتن، بعد وصل شدیم به انگلیس، به اسرائیل، به آمریکا. بعد وقتی من انتقاد میکردم از اسرائیل در عملیاتش علیه مردم فلسطین در غزه، حسین بازجو و تیمشون همه هم داشتن می نوشتن ای عجب این چجوری داره به اسرائیل، اینکه ما گفته بودیم وابسته به اسرائیل. و از این نوع حرفا من بسیار شنیدم. اما من و همکارانم یه چیزی برامون اهمیت داشت، اینه که ببینیم نزد شما چه اعتباری داریم.
و من این اعتبار رو که شما به ما دادید بسیار قدر می‌دارم و تمام تلاشم این خواهد بود که ذره لطمه به اعتماد شما به ایران فردا و همکاران نازنین من یک ذره لطمه نزنم. ببینید وقتی شما برنامه تفسیر خبر رو می‌بینید با جمشید چالنگی، کسی که چند سال بگم 4 دهه ما با هم زندگی کردیم، بیشتر از زیر و بم هم آشناییم، روحیه همو میدونیم. شما فکر کنید یک آدمی که 40 سال تو این کاره مثل جمشید، این در هر جای دنیا باشه یه جایگاه خاصی داره و من میدونم این جایگاه رو نزد شما داره. متاسفانه ما در یه شرایط طبیعی نیستیم که بله اگر ایران بودیم الان جمشید چه جایگاهی داشت، ولی حالا جایگاهش در دلهای شماست و این خیلی با ارزشه که شما که تماشاگر تفسیر خبر او از دیر سال از اون زمانی که در صدای آمریکا بود هستید. شیلای نازنین گنجی یادم نمیره وقتی مدیر صدای آمریکا بود برنامه فارسی، من اونجا بودم اتفاقا و جلوی من به جمشید گفت جمشید جان شما که، حالا جمشید از پراگ آمده بود تازه، گفت جمشید جان شما که برنامه خودتو خواهی داشت، اون برنامه تفسیر خبر. یاد بادان روزگاران، یاد باد شیلای عزیزم، سلام میکنم بهت. به هر حال ما وقتی جمشید 5 روز در هفته میاد تفسیر و خبر رو ارائه میکنه سرزمین ما رو و شما این همه مهر دارید بهش، خودم افتخار میکنیم براش. بسیار با ارزش وقتی به این نقطه میرسه و ملاحظه میکنه که آه چقدر آدم در دلها جا داره، اینا خیلی با ارزش. دونه دونه من همکارامو میبینم، دونه دونه شونو بررسی میکنم، میبینم در یه همچی جایگاهی نشستن و این اعتبار رو دارن و این اعتبار البته برای ما هم هست، برای تلویزیون ما هم هست. وقتی محمد صفریان چمتا رو آورد یادم نمیده، اولش چون من خودم دوست دارم این نوع برنامه ها رو، خوشحال شدم، ولی الان ذوق زده هستم که یه همچی برنامه رو ما داریم. بعد که برنامه چارسو رو گرفت که همکاران قبلی یکیشون رفت و جاشو محمد و لیلا گرفتن، همکار نازنینمون که از راه دور با نهایت مهر و لطف و ذوق با ما همکاری داره، و بعد مسئله چهره ها. و این رو هم بگم سایت خلیج فارس که قبلا سایت ما بود ولی مستقل از تلویزیون، امروز وضع شده به تلویزیون که پیگیر اخبار و رویدادها و تحولات اون رو هم میتونید باشید. و فعلا هر نوع نظری دارید، انتقادی دارید، به شماره تلفنی که در آغاز برنامه و پایان برنامه اینجا پخش میشه تلفن میزه. اما دوستان عزیزم، نیمی از تلفناتون قابل پخش نبود. چرا؟ چون با صدای بلند شروع کردین، بعد صدا رفته بود، من دیگه صدایی از شما نداشتم. سعی کنید با یک لول صحبت بکنید که این صدا من بتونم بشنوم و پخشش کنم دوباره. نمیدونم همه برنامه‌ها رو بهش اشاره کردم، چون نمیخوام همکاری رو از قلم انداخته باشم. و برنامه علی میبودی، علیرضا میبودی عزیزم، که خب علیرضا میبودی هم دیگه جایگاهی داره که من چی بگم. علیرضا یکی از ستون‌های بزرگ این تلویزیونه و بعد یکی از ستون‌های اصولا رسانه ها در خارج از کشوره. یکی از همکاران قدیمی من علیرضا از ایران به من زنگ میزد، میگه من باورم نمیشه علیرضا تو اینا همه با هم نشستی در یه جا با جمشید و بعد علیرضا این همه در اوج و این همه و کلام آرام و دلنشینش، گفتگوهاش، همه اینا. علیرضا میبودی عزیزم درود بهش میفرستم، همیشه یک برادر یک کمی بزرگتر از من بوده که هر جا من نیاز به او داشتم در کنار من بود، همیشه شانه بوده برای من، تکیگاهم، و واقعا ممنونم ازش که این راه رو با ما اومده و یک لحظه درنگ نکرد. همینطور از همکار دیرین و عزیزم علی لیمونادی باید تشکر کنم. علی که ما 30 چند ساله با هم کار میکنیم، از همون تلویزیون ایرانیان که او داشت، اولین تلویزیون خارج از کشور که منم روزای یک شنبه تفسیر مسائل سیاسی رو اونجا میکردم،
تا امروز که در کنار ماست، استودیو ما در لس آنجلس و همینطور برنامه خودش کوچه ایرانیان که حاصل سالیان سال 4.5 گفتگو و مصاحبه با شخصیت‌های نامدار عرصه سیاست، فرهنگ، ادب، اقتصاد دارید مشاهده میکنید و از او هم، از اون همکار عزیزم ممنونم، از امیر ممنونم در مهندس ما در لس آنجلس که بسیار جوان با ذوقی است و فعال میکنه. همکاران این طرف هم کدومو بگم، هر کدومو بگم، رامین رو بگم که با من بوده، تهیه کننده منه در تمام برنامه هام و نظارت میکنه بر کار فنی. هومن رو بگم که چینش برنامه ها همه با اوست و بسیار هم تلاش میکنه. و دونه دونه تینا رو بگم، آرش رو بگم، آرش عزیزم که زیباترین سایت رو برای این تلویزیون درست کرد و همینطور زیباترین سایت رو برای خلیج فارس، همیشه با ذوق، همیشه با ایده های تازه. از مصطفی بگم، از دونه دونه، از امین بگم، هر کدومو بگم، پیام بگم، نمیدونم دیگه هر کدومو بگم، خانم شیرازی عزیزم بگم که در خبر واقعا ازش ممنونم، همیشه یار و یاور ما بوده فریبا شیرازی، ازش سپاسگزارم. و دونه دونه همکارا، والا من نمیخوام تک تک برنامه رو شاید همه رو از جا انداخت، اما یه نکته ای رو بگم راجع به یه همکار نازنینم، یه برادر، یه دوست، یه همدل، جمال بزرگزاد. صداشو گاهی میشنوید ولی خودشو ندیدید. همیشه دوست داره این پشت باشه ولی همه جور کمک بکنه، چه در کار نشری الموجز، در دفتر، در کارهایی که جدا از تلویزیون داریم و چه در تلویزیون و به ویژه بخش اخبار. حضور او برای من بسیار ارزنده است و باید فقط باشید و ببینید با چه عشق و از جان و دل تلاش میکنه. باید از همه سپاسگزاری بکنم که ما رو در این عرصه یاری دادن. عرصه بسیار سختی بود، یعنی شما، من خودم واقعا بعضی وقتا میبینم چقدر من به خانواده‌ام مدیونم، برای اینکه تمام وقت و ذکر فکر من تلویزیون شد و در نهایت یه نقطه های آدم میرسه میبینه چقدر کم میاره، ولی همه دل بودیم و با دل و جان آمدیم و آرزوی من اینه که هر چه بیشتر بتونیم رضایت شما رو جلب کنیم. حالا این برنامه رو من هفته یه بار در خدمت شما خواهم بود، حالا میبینم چه جوریه. دلم میخواد هفته یه بار باشه ولی اگر نشود دو هفته یه بار. به هر حال این برنامه در واقع بر قسمت اولش این بود، ولی این برنامه شما و ایران فرداست. نقطه نظرهای شما نسبت به ایران فردا، به همش هم پاسخ میدم، سانسوری هم در کار نیست. فقط ما دو اصل طلایی داریم در حرفمون و به خصوص در ایران فردا. یک، هرگز در ایران فردا با ناسزا یا تحقیر با افراد صحبت نمیشه. من با حکومت جمهوری ولایت فقیه مخالفم، اما هرگز بی احترامی به افراد نمی کنه. اسمشون رو با لقبشون ذکر می کنه. همونطور که میگم سلشگر صالحی، سلشگر جعفری، آیت الله خامنه ای هم میگم، آقای هاشمی رفسنجانی جنبه غیر آخوندی بودنش بر او چربیده، بنابراین کمتر آدم میگه حجت الاسلام یا آیت الله رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، یا آقای هاشمی رفسنجانی، یا خود آقای روحانی همینطور، آقای دکتر روحانی یا آقای آیت حجت الاسلام روحانی یا پرزیدنت روحانی. بنابراین ما اینجا ناسزا و فحش، تحقیر کردن آدم ها رو نداریم. دوم، در اینجا محاله من اجازه بدم با کینه ورزی نسبت به فرد یا گروهی صحبت بشه. میتونید شما با کینه ورزی ولی مثلا با لغت‌های مؤدب از یه آدم، فرد یا دستگاهی صحبت کنید. نه، اینجا نیست. تلویزیون هوچی بازی من نمیخوام باشیم.
و بنابراین این اصول اگه رعایت بشه، هر چه بگویید، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی و ما پخش میکنیم. حالا میشنویم تعدادی از تلفن های شما رو، اونایی رو که شما زنگ زدید و بعضا ممکنه دو هفته سه هفته پیش باشه، ولی من از این به بعد به صورت رگوله و بر مبنای تاریخ اظهار نظر شما پخش میکنم و پاسخ میدم. با هم گوش میکنیم نخستین پیام رو. سلام آقا، من یک ایرانی هستم، تهران زندگی میکنم. اصلا نمیتونیم ما بگیریم، چند دفعه هم چیز آوردیم، یعنی متخصص این کارا، و همه کانال ها رو داریم غیر از ایران فردا رو. اوایل داشتیم یه مقداری پارازی زیاد بود، ولی دی کاملا قطع شده. من الان خودم برای یکی دو ماه اومدم آمریکا، دو سه ماه اومدم آمریکا، برمیگردم تا تجارت. خیلی دلم میخواست اونجا ایران فردا رو میتونستم بگیرم. ممنونم بانوی گرامی. من نمیدونم چه مشکلی هست که اون قسمت ما نمیتونیم بگیریم. ممنونم بانوی گرامی. بله، در بعضی از نقاط تهران و بعضی از شهرستان‌ها یوتلسات رو به علت پارازیت زیاد، به خصوص برنامه‌های ما و به خصوص در ساعت‌های مشخص، نمیتونن مردم گوش بدن. ولی چون برنامه‌های ما تکرار میشه، ساعاتی به هر حال در مناطقی هست که میشه به راحتی برنامه رو دید. اما من به شما قول دادم، گفتم چند هفته صبر بکنید، ما روی هاتبرد خواهیم بود و در اون صورت دیشتون که روی هاتبرد تنظیم شده مشکلی نخواهید. همیشه این مشکلات رو با یه LMB اضافی میشه حل کرد. یوتلسات هم مال هاتبرده، ولی ما اول روی یوتلسات بودیم چون نمیخواستم هاتبرده با قدرت کم بگیرم. حالا الحمدلله چیزی که پیدا کردیم خدا رو شکر هاتبرده خیلی قوی است و ما در خدمت شما خواهیم بود بر پهنه هاتبرد و این قمر انشالله به خانه شما هم خواهد آمد و شما می توانید برنامه‌های ما رو مشاهده کنید. هموطن دیگری میگوید سلام عرض می‌کنم. می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که ما همیشه باید اخبارای روز رو، مثلا امروز 11 ماه بود و اون تصادف وحشتناک، چون من تصادف بود، فاجعه بود، چی بود، هواپیمای ایران در فرودگاه مهرآباد، باید دو روز دیگه از شما بشنویم. امروز با این که خود آقای رئیس تلویزیون اخبار رو فرمودن، ولی کوچکترین اشاره به این موضوع نکردن، با این که از صبح داشتن این اخبار رو رادیو فردا و تمام تلویزیون های آلمان و جاهای دیگه مرتب دارن تکرار میکنن، ولی تلویزیون شما کوچکترین اشاره به این مسئله نکرد. اخبارتون هم اخبار روزه. خب این که نمیشه که ما دو روز دیگه اخبار رو از شما بشنویم. بله، حرف ایشون کاملا درسته، اما من توضیح براشون بدم. ما روش پخش اخبار به اون معنا رو نداریم. چرا؟ چون ما نه با بی بی سی میتونیم مقابله کنیم، نه با صدای امریکا، نه با رادیو فردا، نه اون امکانات رو داریم، نه به اون سرعت میتونیم خبر رو منتقل بکنیم. اما چون تحولاتی در شرف کار هست، ما خبرمون رو دایرکت و زنده خواهیم کرد و در این حال خبر پایان برنامه هم باز یک سرویس خبری خواهیم داشت، به اضافه اینکه به زودی نوار خبر رو در پایین برنامه همون مشاهده خواهید کرد. اینا چیزایی است که برطرف میشه. چرا اون روز نگفتی؟ به خاطر که لحظه‌ای که من شروع کردم هنوز اون خبر نیامده. و گاهی اوقات هم میشه که شما میبینید من برنامه‌ای رو مثلا خودم اجرا میکنم، پنجره رو به خانه پدری، که باید در اون خبرها رو تحلیل کنم، چون شب قبل ضبط میکنم، گاهی سفری هست، برنامه‌ای هست، روز بعدش گرفتاری‌های دیگری دارم، برنامه رو شب ضبط میکنم، در نتیجه هنوز خبر به من نرسیده، روز بعد میرسه. بعد باز من که نمیخوام فقط خبر به شما بدم، کار من تحلیله. تو برنامه خبرمونم، خبر روزانمون، اگه دقت کنید گزارش های تصویری خبری اهمیت بسیار زیادی داره و تمرکز ما رو اوناست،
نه اینکه فقط بیایم خبرخونی بکنیم و بریم. چون همونطور که گفتید رادیو فردا به بهترین وجهی پوشش میده خبر رو، the best. یعنی دوست عزیز من ابو تراب مصطفی، دوست دیر و دور و هزار سالم که با هم سربازی بودیم، او مدیریت اونجا رو به عهده خودش، یک رادیو تلویزیونی قدیمی است، از مدیران رادیو تلویزیون بود، مرکز بندرعباس و جاهای دیگه، و امروز هم رادیو فردا رو به بهترین شکلی داره. بنابراین شما خبر میخواید بشنوید آنن رادیو فردا، اما خبر رو میخواید ببینید با گزارش خبری، ایران فردا در خدمتتونه. تحلیلش هم خواستین بشنوید من هستم، و برنامه تفسیر خبر که خب جمشید چالنگی با اون سابقه طولانی ادارش میکنه و کارشناسای برنامه دعوت میشن و در اونجا حضور داره. پس صرف خبر منظور نظر من نیست. از روز اولم میدونستم ما در یک مسابقه قرار نداریم که زودتر خبر رو از رادیو فردا بدیم. رادیو فردا باید خبر رو زودتر بده، یکی از مسئولیت‌های عمدش است و کارش. یا بی بی سی یا صدای آمریکا امکانات خیلی وسیع‌تری دارن. با این همه ما خیلی هم عقب نیستیم. حالا به زودی خواهید دید وقتی برنامه‌ها 70% زنده شد، وقتی مشکلات هم برطرف خواهد شد. ممنونم. حالا بریم گوش بدیم به نفر بعدی. سلام به کارمندان و کارکنان محبوب ایران فردا، که واقعا ما همه عاشق این برنامه های شما هستیم. و سلام به آقای نورزاده عزیز. خواستم از آقای نورزاده خواهشی بگونم. من امروز یه عکس تو فیسبوک دیدم که استایی دایزه بود 14 بچه. باور کن تنم داره میلرزه که نکنه خانم های ایران بیان 14 بیارن. اصلا وحشتناکه. تو رو خدا یک برنامه با آقای چالنگی و آقای سازگارا بذارن. این مسائل بچه زیاد کردن ایرانه. بله دوست هموطن عزیزم بانوی گرامی، اگه دقت بکنید روزی که یکی از قزاونه، از قزوینی های معمم، اینا قزوینی هم نیستن واقعا، مردم قزوین انسان های برجسته هستن، حتی روحانیونشون آدم های خوبی هستن، اینا یک اسم قزوینی گذاشتن ولی بیشتر عراقی هستن تا ایرانی باشن. یکی از اینا اومد تو برنامه نشست و گفت بله به تبرک 14 معصوم 14 تا بچه یا 12 تا برای 12 امام یا حداقل 5 تن آل عبا. خب ایشون میتونه از این حرفا بزنه. ما اینجا جلوش ایستادیم، هم در برنامه من، هم در تفسیر خبر، هم دوست عزیزم فهمیم سخن، که من گذاشته بودم راجع به او در پایان این برنامه بگم. فهمیم سخن یه نویسنده بسیار برجسته است، یک تحلیلگر نویسنده و یک طنز پرداز بسیار نازنین، و او این دنیا از نگاه فهمیم سخن رو عرضه کرد. مسعود جدی هم اجرا میکرد. بعد گفتم، توضیح دادم، مسعود جدی یک مسائلی بود که نمیتونست این کار رو ادامه بده و دوست دیگری اجرای اون رو به عهده خواهد داشت، و بنابراین به زودی خواهید دید. حالا ما در همه این برنامه باید پرداخت. یه نکته هم اینجا بگم، هادی خورسندی عزیزم از روز اول با دل باز پر از عشق با ما بود، برنامه های اجرا کرد، سفرهاش باعث شد وقفه‌ای در برنامه های ایجاد بشه، اما مطمئن باشید او با ماست و به زودی باز سری کارهای تازه او رو خواهید دید. گوش بدیم به بیننده بعدی. با سلام، من از آستانه اشرفیه با شما صحبت میکنم. تلفن من 0911 به نام ابراهیم، حالا فامیلی مو نمیخوام بگم. آقای نوریزاد، جناب آقای نیبودی، جناب آقای خدا بیاموزه بختیار، عکسم داره نشون میده. امروز پنجشنبه ساعت تقریبا 7:30 غروب آستانه اشرفیه است، 5 دقیقه گذشته. ولی آقا شما داعش نگاه کنید، شما جای دیگه نگاه کنید، خدا پدر اینا رو بیاموزه. آقا خیلی کشت کشت داره این آقای یهود مهود کیه؟ چرا اینقدر مردم میکشه؟ شما روشنفکران چی کار داریم میکنین؟ شما روشنفکران چی کارها کردین؟ آقا حالا بیان درستش کنین دیگه. آقا
آقا این چه خاکی به سر جهان ریخته شده. دوست عزیزم، نازنین من، ما هم داعش داریم. شما فکر میکنی جنتی داعش نیست؟ شما فکر میکنی جنایات فلاحیان کمتر از ابوبکر بغدادیه؟ شما فکر میکنی محمد ری شهری کمتر از ابوبکر بغدادی آدم کشته؟ نه، ما هم داعش داریم. منتها ملت ایران با مقاومتش، با فرهنگش، نذاش ایران داعشستان یا طالبستان بشه. ما روشنفکرها چه کردیم؟ میگه شما روشنفکر چه کار میکنید؟ ما چه کار داریم میکنیم؟ نه اسلحه داریم، نه توپ، نه تانک، یه قلمه و یه صدا، و تلاش میکنیم با این قلم و صدا دوستی و عشق و مهر رو رواج بدیم، نه نفرت و دشمنی و کینه رو. و خوشا به سعادت عزیزم که در آستانه اشرفیه هستی، یکی از زیباترین شهرهای شمال، اون امامزاده کوچولو، و چه مردم نازنینی. دلم براتون خیلی تنگ. گوش بدیم به بیننده دیگری. با عرض سلام و خوش آمدگویی به این تلویزیون بسیار بسیار پرفکت و کامل، من از کانادا تلفن میکنم و به تازگی میبینم که بسیار برنامه های قشنگی دارین. واقعا باید با آقای دکتر نوزاده تبریک گفت و من یکی از بینندگان پرپاقرص شما هستم. امیدوارم که روز به روز معید و موفق تر از دیروز باشین. خدا نگهدار. بای بای. سپاسگزارم. در این حال دوستان من، وقتی زنگ میزنید تلفن و آدرستون اگر میخواید بدید، وقتی حرفای اصلیتون تموم شد در پایان بگید. وقتی شما آدرس خونتون رو میدید، من نمیدونم چیکار بکنم. یا شماره تلفنتون رو اول میدید، مثل دوستمون در آستانه اشرفیه، شما دارید از ایران زنگ میزنید، بنابراین کمتر آدرس و عنوان و تلفن بدید. در این حال به اون دوستانی که پیام خصوصی برای من داشتن میگم پیامشون رو شنیدم، به ویژه اون دوستی که صحبتی از زنده یاد دکتر محمد مصدق کرد. حتما من با شما تماس خواهم گرفت. بشنویم بیننده بعدیمون رو. سلام علیکم، وقت شما بخیر. من می‌خواستم درباره این تلویزیونتون، من یکی از طرفدارای پروباقرص آقای دکتر نوری‌زاده هستم، یه زحمتی بکشید. شما این همه هزینه کردید، این همه زحمت هم دارید می‌کشید و این همه دشواری شب و روز برای این تلویزیون، این صدای این تلویزیون تو ایران قطع و وصل بشه، یعنی تصویر آینه است، صدای پشت سر هم قطع و وصل بشه. من فکر میگم مثلا ماهواره خودمونه، رفتم خونه برادرم تلویزیون اونا رو دیدم، نام آینه توی صدا قطع و وصل بشه، واسه همسایه بالاییمون همین اتفاقه. بعد یه انتقاد دیگه هم از آقای دکتر داشتم. آقای دکتر یه موقع لابلای صحبتاشو مثلا یه به یه نکاتی اشاره میکنن پیرامون مثلا بعضی از به قول گفتنی صحبتایی که میکنن، ادامه صحبتشون مثلا میگن بابت این قضیه مثلا لیبی یا مثلا عراق، من تو برنامه بعدی این رو براتون بازسر میکنم، یا مثلا درباره همین مملکت خودمونم مثلا میگه من صحبت کنم. بعد فردا که مثلا به هوای که و دنبال پی صحبت ایشون باشیم، ایشون حالا نمیدونم احتمال قوی فراموش میکنن که مثلا دیروز مثلا پیرامون چه چیز داشتن صحبت بکردن. بعد این یک، این دو، این که من از آقای دکتر نوری‌زاده بابت این همه زحمت و تلاشی که میکنن و این مبارزه‌ای که میکنن با این جمهوری ولایت فقیه، واقعا واقعا جای تقدیر داره و ازشون تشکر میکنم. خسته نباشید یا علی. خدا سپاسگزارم دوست عزیزم، انتقادتون کاملا درسته، راست میگویید. بعضی وقتا من اول برنامه یک سری مطلب میخوام همه رو بگم، اعلامم میکنم، بعد نمیرسم، بعد میگم حالا فردا، میگم فردا خبرهای مهمتر یا مطالب دیگه. حق با شماست، بنده از شما پوزش میخوام، تلاش میکنم این کار دیگه نکنم و در چارچوب همون مطالب همون رو صحبت کنم، موکول به بعدش نکنم. از حسن ظنتم بسیار سپاسگزارم. صدا هم بهتر خواهد شد، به ویژه که ما روی هاتبرد خواهیم رفت. یک ماه دیگه، یک ماه و اندی دیگه ما این کارو خواهیم کرد و فرکانس ها رو اعلام میکنیم، یه مدت که شما عادت بکنید و به مرور منتقل بشیم به خانه جدید. دوست دیگری رو میشنویم که چه میگوید. الو سلام.
آقای بزرگ چند روز پیش صحبت میکردن، میگفتن که به عنوان حاکم اسلامی باید همه مردم رو به بهش راهنمایی کنن. اگر ما نخواهیم با ایشون در راه بهش همراه باشیم، باید کیو ببینیم؟ اینو خواهش میکنم در یکی از برنامهاتون اطلاع بدید. ما را سپاسگزارم. نادانی در بیارید. مرسی. سپاسگزارم عزیزم، کاملا با شما موافقم. بهشت و دوزخ رفتن ما به دوزخیانی که حاکم بر کشور ما هستن هیچ ربطی نداره. کاملا من باهات موافقم. دوست دیگری میگوید الو درود بر شما. همین روز داره تشکر میکنم از برنامه پنجره رودخانه پدری شما که برنامه بسیار خوب آموزنده است. و خدمت رو عرض کنم که اگر امکانش هست برنامه تون رو تلفون دار بکنید، یعنی با مردم در تعامل باشید، مردم بتونن مشکلاتشون رو روی ایر بیان با شما در میون بذارن. بسیار خوب، کاملا بنده با شما موافقم و همونطور که اشاره کردم تلفن مستقیم خواهیم داشت به زودی که شما بتونید مستقیما مسائل رو مطرح کنید. بیننده بعدیمون. سلام علیکم. خیلی ممنون شدی از برنامه خوبتون. ممکنه خواهش کنیم یک دفعه دیگه اون فیلم آقای مال اطلاعات که خانم که اشکنجه دادن پخش کنید؟ خیلی ممنونم شکرم از برنامه خوبتون. بله، منظورشون همسر سعید امامی بود. ما یه برنامه ویژه خواهیم داشت راجع به قتل‌های زنجیره‌ای در آینده نزدیک و در اون برنامه به اینها هم خواهیم پرداخت. بشنویم بیننده بعدیمون رو. سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از شما و برنامه خیلی خوبتون، به خصوص آقای نوری‌زاده به خاطر برنامه پنجره روی خانه پدری. درخواستی که داشتم میخواستم بگم که اگر امکان داره بتونیم با آقای نوری‌زاده صحبت کنیم، برنامه‌تون تماس داشته باشه خیلی ممنون میشه. دستنرمتون متشکرم. خدا سپاسگزارم. این تقاضا رو عرض کردم که در دستور کار باست و به زودی تماس مستقیم خواهیم داشت. بیننده بعدیمون. سلام عزیزان، من قبلنم یک بار تماس گرفتم. 51 سالمه. من اون موقع با دنیای برنامه های آقای مسعود اسداللهی زندگی می کردم. فیلم طلاقش که به صورت یک خبرنگار بود. بقیه آقایونم خب که صحبت می کنم، برنامه های فوق العاده جالبی می دارن که اصلا واقعا باید از صمیم قلب از شما تشکر کرد که انقدر به فکر صلح ملت ها هستین، انقدر دوست داریم همه جا آرامش باشه، هیچ جایی نباشه. ولی سلام خودم رو دورادور تا آقای اسداللهی میرسونم. اون موقع 22 23 سالش بود، منم 14 15 سالم. مسعود جان، از طرفداران قدیمیت بالاخره یکی دوباره پیدا کرد. چقدر خوشحالم دوستان زیادی برای ما تلفن زدن. حالا فراوون گنجینه ای از صداهاست که به مرور راجع به برنامه های مختلف هم صحبت کردن که شما خواهید شنید. سپاسگزارم ازتون. چه زمان سریع گذشت. شما را به پروردگار عاشق می سپارم تا برنامه دیگه. امیدوارم بتونم هر هفته این برنامه رو ارائه بکنم. به امید دیدار. الو ایران فردا. الو ایران فردا. ایران فردا. الو ایران فردا. الو تلویزیون ایران فردا.